تقویت همکاری های مشترک میان ایالات متحده و متحدین آسیایی این کشور و همچنان مقابله با جاه طلبی های ارضی روبرشت چین در منطقه از محورهای اصلی بحث امروز وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده و همتایان ژاپنی آنان بود. در این دیدار که در توکیو انجام شد، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ایالات متحده و متحدین این کشور در منطقه تهدیدات کره شمالی را بررسی خواهند کرد. باید بگویم که از اظهارات خواهر رهبری کره شمالی با خبرم، اما با آنچه که در واقع امروز به آن علاقه‌مندم، اظهارات متحدین و شرکای منطقه‌ای ماست. دلیل حضور ما در این منطقه نیز همین مطلب است. به همین خاطر ما دقیقاً به ژاپن آمدیم تا صحبت‌های متحدین خود را شنیده و در خصوص این که به طور جمعی چگونه ممکن بتوانیم به تهدیدات کره شمالی رسیدگی کنیم. آقای بلینکن در حال روی تقویت همکاری‌های ایالات متحده و متحدین منطقه‌ایش برای مقابله با تهدیدات کره شمالی تاکید کرده است که کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی و یک تن از مقام‌های ارشد این کشور، امروز با نشر اعلامیه‌ای با تحریک‌آمیز خواندن اقدامات کره جنوبی تهدید کرده است که پیونگ‌یانگ هر نوع تلاش برای پیشبرد مذاکرات صلح میان دو کره را متوقف می‌سازد. وی با اشاره تلویحی به حضور مقامات ارشد ایالات متحده در منطقه و درست قبل از سفر آنان به کره جنوبی به حکومت ایالات متحده نیز هشدار داده و گفته اگر مایل به داشتن آرامش در 4 سال آینده است، از اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه خودداری کند. گذشته از تهدیدات کره شمالی، نفوذ روبرشت چین نیز از بحث‌های عمده در دیدار وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده با همتایان ژاپنی آنان بود. چین یک تهدید روبرشت است که وزارت دفاع ایالات متحده به تمرکز بر آن ادامه خواهد داد. طی 2 دهه گذشته ما ضرورتاً روی مسائل شرق میانه متمرکز بودیم. در حالی که ما روی شرق میانه متمرکز بودیم، چین به نوسازی اردوی خود ادامه داده است. به علاوه آن، این کشور برخوردهای تهاجمی و در برخی موارد زورگویانه ای داشته است که برخی از رفتارها در مقابل متحدین ما در این منطقه صورت گرفته است. بنابراین هدف ما این است که از داشتن برتری رقابتی در برابر چین یا هر کسی دیگری که بخواهد ما و یا متحدین ما را تهدید کند، اطمینان حاصل کنیم. وزیران دفاع و خارجه ژاپن نیز روی ضرورت تقویت اتحاد میان ژاپن و ایالات متحده تاکید کرده و متحد ماندن به آن را برای مقابله با تهدیدات چین و کره شمالی مهم توصیف کردند. صدر اعظم ژاپن هم که البته قرار است 1 ماه بعد برای دیدار با رئیس جمهور بایدن و واشنگتن سفر کند، امروز با مقام‌های آمریکایی در توکیو دیدار کرد. چین هم به سفرهای مقام‌های ارشد آمریکایی به منطقه بی‌تفاوت نمانده است. وزارت خارجه این کشور امروز گفت که دادوستت‌های ایالات متحده با ژاپن نباید منافع این کشور را هدف قرار دهد. ایالات متحده و ژاپن باید در تعاملات و همکاری‌های مشارکت داشته باشند که موجب بالا بردن درک و اعتماد متقابل در میان کشورهای منطقه‌ای شود تا بتواند به همکاری و همبستگی و صلح و ثبات در منطقه آسیا و اقیانوسیه کمک کند. همکاری آنان نباید موجب صدمه وارد شدن و یا هدف قرار دادن منافع طرفهای سوم و یا طرفهای دیگر شود. قرار است وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده فردا به کره جنوبی سفر کرده و با مقام‌های آن کشور دیدار و گفتگو کنند.